خوش اومدید به مسکو به روسیه. تشکر. و اول میخوام از شما تشکر بکنم از این فرصت. خوش میکنم. سوال اول من اینه که شما منتظر چه کمکی از روسیه هستید؟ مالی، نظامی، سیاسی، چه کمکی؟ باور ما ایست کشور روسیه به عنوان یک ابرقدرت، به عنوان یک کشور بی‌نهایت تاثیرگذار در صحنه سیاست دنیا و علل خصوص یک کشوری که در منطقه نقش برازنده داره، توجهش به وضعیت افغانستان و یک هماهنگی و همکاری منطقه و کمک به مردم افغانستان بر رسیدن به یک راه حل اساسی که او میتونه سیاسی یا غیره باشه، بر رسیدن به یک صلح واقعی نیاز اساسی است. باور ما است که تا امروز سیاست تعامل، سیاست وقت دادن به شرایط و طالبا یا سیاست خاموشی، نتیجهش متاسفانه رشد تروریسم و از دست رفتن فرصت ها و خطر به مردم افغانستان و به دنیاست. شما یعنی جبهه مقاومت ملی افغانستان اغلب طالبان و داعش را دو روی یک سکه می‌نامید. منظورتون چیست؟ طالبا مفکوره و ایدئولوژیشان در قسمی که امروز در سخنرانها با شواهد گفتن، با ایدئولوژی و مفکوره داعش شباهت‌های بسیار زیاد داره. از نگاه ساختار، از نگاه حوزه نفوذ و حوزه عملیات و از نگاه اشخاص تفاوت داره، اما از نگاه ایدئولوژی هیچ تفاوتی نداره. دیدگاه طالبا، ببینین رهبر خودم میگن امیر المؤمنین، امیر هم داعش هم خود خلیفه میگه برای همه مسلمان هم. از نگاه جنگ ها شما میبینین که داعش وقتی که عملیاتش را و جنگش در عراق و سوریه شروع کرد، شباهت عملیات های اونا با شباهت عملیات هایی که طالبا علل خصوص در دهه 90 علیه ما و پدر ما انجام میدادن شباهت 100% داره. امو ماشین های دادسون پشت سرش، امو پیکه ها و امو شیوه و امو اشکال، نیروهای انتحاری شباهت یکسان، استفاده ظالمانه و کنیز دیدن و پست دیدن زنها، تجاوز به زنها چه در کردستان و چه در افغانستان، اونجا توسط داعش، اینجا توسط طالب ها، و اسیر گرفتن مردم، تمام ایا نشان از این داره که مفکوره طالب و عمل طالب به نهایت مشابه هست با مفکوره و عمل داعش. امروز فقط طالب تانسته که با زیرکی به منطقه و دنیا بگه من این مفکوره داعشی که داره او میخوای به کل دنیایی را پخش بکنه، من فقط میخوام سر مردم افغانستان بیارم. تنها تفاوتشان همیست. حتی گیرم اگر طالبا در این مسئله راست بگن، آیا مردم افغانستان لایق ای هستن که یک حکومت یا مفکوره مثل داعش بالایشان باشه؟ اگر مردم روسیه ای را نمیخوان، او را به ما نخواهند. ما نمیخوایم چون این تفکر حاکم بر سرنوشت مردم ما باشه. در جبهه مقاومت ملی اعلام کردن هر قدرت را به طالبان واگذار کرده است تا از طریق طالبان به ضرر روسیه، چین و ایران وضعیت منطقه را بی‌ثباتی بکند. پس چرا شما دنبال کمک علیه طالبان از قبل بودید؟ در مورد توافقنامه دوحه و در مورد توطئه‌ای که صورت گرفت، باور ما همیست که یکی از مسائلی که همیشه منتقد بودیم از ابتدا تا امروز و مسئله ای که بسیار واضح گفتیم، ما جز و همچنین پدر ما، چون ما در خط فکری پدر خود قرار داریم، همیشه مخالف حضور خارجی ها به شکل نظامی در کشور بود. مبارزیش در زمانش با شوروی سابق، مبارزیش در طول دورانی که با طالبان مبارزه کردن به عنوان یک شخصیت مستقل به ضد حضور نیروی خارجی بود. وقتی که احمد شاه مسعود زنده بودن، امریکایی‌ها بار بار ازش خواستن که اجازه بده ما در افغانستان نیروی نظامی بیاریم.
به هیچ عنوان قبول نکرد. و زمانی هم که امریکایی‌ها به شکل نظامی داخل افغانستان داخل شدن، ما از ابتدا تا آخر مخالف حضور نظامی غرب در افغانستان بودیم. پس این بخش اول. اما بعد از این که اینا خودشان آمدن، وقتی هم که رفتن، توافقنامه دوحه عملا سپردن افغانستان به دست طالبان بود و این یک معامله بود و سبب این بحران شد. در مورد آخر، چرا تقاضای کمک؟ اگرچه تا امروز هیچ گونه تقاضای رسمی کمک نظامی از هیچ کشوری، کمک سیاسی بله، همه دنیا نیاز دارن به مسئله افغانستان توجه بکنن، درست؟ اما کمک نظامی یا کمک مالی تقاضا از هیچ کشوری و از هیچ امتی نداشته، درست؟ پس به وضاحتی را میخواستم خدمتتان بگویم، دید ما است که آنچه ما انجام میتیم در افغانستان با عنوان مقاومت، یک امر دفاع از مردم ما در مقابل ظلم و تجاوز طالب هاست. طالب ها برخلاف اراده مردم افغانستان، برخلاف منافع مردم افغانستان، با زور تفنگ آمدن و تجاوز کردن، ظلم کردن، کشتن و ما چاره جز دفاع از خود و مردم ما نداشتیم. پس در این راستا اگر منطقه ادامه شرایط فعلی را، ادامه ازدیاد نیروهای تروریستی در افغانستان را و ادامه بدتر شدن و وخیم شدن شرایط را به نفع خود میبینه و انتخابشان است، اما اگر انتخابشان به کمک واقعی مردم افغانستان به آوردن یک صلح واقعی است، راهش از راه حل سیاسی است. اما راه حل سیاسی تا وقتی طالب حاضر به گفتگو نشه امکان پذیر نیست. پس طالب را چطور حاضر میکنن پای میز مذاکره و برای گفتگو و صحبت؟ پس مقاومت مسلحانه امروز ما به خاطر صلح و به خاطر یک راه حل سیاسی است که تا امروز طالب قبول نکرده. چرا یک سال پیش نیروهای شما در پنچر و بدخشان شکست خوردن؟ ما شکست نخوردیم، ما تلفاتی داشتیم و ما فرزندانی را از دست دادیم که شهید شدند و افراد ما در یک جنگ نابرابر در مقابل یک نیروی که چندین میلیارد امکانات امریکایی عمدان در اختیارشان قرار گرفته و برشان رها شده و هر هفته 40 میلیون دلار برشان تسلیم میشه، ضمنی که درآمدهای داخلی مردم افغانستان هم در اختیارشان است و او را غصب کردند، در مقابل چنین یک نیروی ما مبارزه داریم. اگر گفته شود که شکست خوردین، مثل است که امروز مردم فلسطین بگیم که چرا شما شکست خوردین، یا امروز مثلا ما ملت دیگه‌ای که به خاطر آزادی و عزت خود خیستن بگیم که چرا شکست خوردین. بله ما تلفات دادیم، ما شهید دادیم، ما کشته دادیم، اما هنوز زنده هستیم، هنوز مبارزه داریم و هنوز شکست نخوردیم. و برای آخرین سال، بیشتر از 2 سال از حاکمیت طالبان گذشته و هنوز جبهه مقاومت میدیم، نه دستاورد بزرگ نظامی داشته و نه حمایت جهانی لازم را به دست آورده. با این وجود شما چقدر به پیروزی نبردتون امیدوار هستید؟ من 100% ایمان دارم. اما قسمی که ایمان دارم خداوندی وجود داره، اما قسمی که ایمان دارم برای ای که یک انسان وقتی که میمیره دوباره به پیش خداوندش برمیگرده، ایمان دارم به ای که مردم افغانستان دیر یا زود پیروز خواهند شد و این روزهای سیاه و تاریک میگذرد. به ایمان دارم، پیروزی مردم خود را ایمان دارم. ای که چقدر زمان میگیره و چقدر فداکاری میخواهد، مردم ما و ما آماده ای فداکاری هستیم. در مورد پیروزی ها امروزم باور ما ایسته، مقاومت مردم ما، استادگی مردم ما، اجلاس ها و مراسم ها، برنامه های مختلف، تمامی ها دستاورد های مردم افغانستان و دستاورد های ملت افغانستان در راستای مبارزشان به تنهایی مطلق است. من از شما میپرسم، آیا هیچ ملت و مردمی را در هیچ گوشه دنیا سراغ دارین که به تنهایی مبارزه کرده باشند و به سرعت دستاورد داشته باشند؟ هر مبارزه زمان کار داره، وقت کار داره و ما هم امو با حوصله
با برنامه، با حمایت مردم، حتی اگر تنها باشیم، کار خودت الی پیروزی پیش میبریم. تشکر از شما. تشکر.